چالش بردن توپ طلا. توی این ویدیو 10 تا از بهترین بازیکنان امسال برای توپ طلا با هم می‌جنگن. از سه چالش سخت کاشته، ضربه چکشی و گل زدن با دریبل دروازه‌بان عبور می‌کنن تا یک نفر در آخر توپ طلا رو تسخیر می‌کنه. داستان اینجوریه که هر بازیکن سه تا چالش داره و این چالش‌ها از آسون به سخته و از هر کدوم امتیاز می‌گیره. ضربه کاشته 3 تا 5 امتیازی، دریبل دروازه‌بان 3 تا 10 امتیازی و در آخر ضربه چکشی 3 تا 15 امتیازی که در مجموع میشه 90 امتیاز. اما اگر بازیکن چالش رو بعد انجام داد یک شانس طلایی داره که 100 امتیازه و اگر اون انجام بده کل چالش رو برده و اون چیزی نیست جز گل زدن از وسط زمین. به نظرتون چه کسی توپ طلایی 2023 رو میبره؟ سلام و درود خدا بر شما باد. 10 تا از بهترین بازیکنان جهان یعنی هالند، وینیسیوس، کوین دی بروین، استادیوم اومده، امباپه، محمد صلاح، کریم بنزما، لواندوفسکی، سون هیونگ مین، مسی و هالند جمع شدن. گردونا رو میچرخونیم تا ببینیم اولین بازیکنی که میخواد تست توپ طلا بده چه کسی است. کریم بنزما. اولین ضربه کریم بنزما که میخواد تیم 5 امتیاز برای او برمقام میاره. آیا تبدیل به گل میشه در ضربه کاشته یا نه؟ نه. ضربه کاشته دوم کریم بنزما، ببینیم که اینو تبدیل به گل میکنه که از سمت راست بعد این ضربه کاشته رو بزنه. میره یا نه؟ میره تو گل در میاره. ضربه کاشته آخر هاش کریم بنزما ما که حالا با هم مشاهده میکنیم اون پشت کروس قرار گرفته و این ضربه کاشته تبدیل به گل میشه برای آج کریم یا نشده رف. همینطوری که میبینید چالش دیره بود دروازه بان یعنی متوسطن. چی میگم؟ چالش که از ضربه کاشته سخت داره باید حالا کریم بنزما از وسط زمین دقیقا پیش بره و به دروازه بان برسه و دروازه بان رو بدون اینکه شوت بکنه دیری بکنه و گل بزنه. آج کریم بنزما اولین فرصت آج کریم بنزما کورتوا جلوشه نمیتونه. تا اینجا کار 10 امتیاز آج کریم بنزما از دست داده و هر حرکت آج کریم 10 امتیاز داره واسش در این چالش. ببینیم که چیکار میکنه. آج کریم بنزما دریبل زد میتونه گلش کنه یا نه؟ همچنان فرصت داده. دوباره برمیگره آج کریم، یه بدن میذاره، میخواد تو عوض بکنه، میخواد بیا جلو، نگر را همچنان توپ رو کورتوا رو دریبل کن. برای دیگر آج کریم بنزما شتابا میره درونه. شکم کورتوا دریبلش کرد، گل میزنه. و اما میرسیم سراغ سخت‌ترین چالش، یعنی چالش والی که 45 امتیاز داره و هر گلی که در این سه تا شانس زده بشه از پشت محوطه جریمه و از ضربه والی مون زده بشه. پس بنابراین اینجا بعد آج کریم بنزما پاس بده، اینجا واسش ارسال میشه و همین والی میزنه نمیره تو. در یک هوای بارانی، در یک وضعیت بسیار بد، آج کریم میاد جلو، میزنه ضربه‌شو، در میاره کورتوا. اگر آج کریم بنزما این چالش رو بتونه درست انجام بده این فرصتشو از دست نده، 25 امتیاز میگیره. اما اگر از دست بده بابا آج کریم بنزما پاسشو میده، حرکت میکنه رو به جلو واسه خود کریم، شوت کریم بیرو میگیره. در مجموع آج کریم بنزما فقط تونستش از 90 امتیاز 10 امتیاز کسب کنه. کدوم بازیکنه که به عنوان بازیکن بعدی انتخاب میشه که توپ طلا رو بتونه ببره بالا اگر که تسار درست انجام بده؟ سادیو مانه. اولین ضربه سادیو مانه در ضربه کاشته، میخواد ضربه اولشو بزنه که ببینیم که چند امتیاز میگیره از این توی دروازه. میره برای ضربه دوم کاشته خودش، که گفته که بذار از همین سمت ما میگیم چشم از همین سمت بزن. همچنان 5 امتیاز. ضربه آخر سادیو مانه که اصلا چپ میخواد بزنه در یک روز آفتابی چالش آسون رو انجام بده، ببینیم که 10 امتیاز رو میگیره همین. خیر، سادیو مانه چالش سخت بعدی رو شروع میکنه که ببینیم از این از پس این چالش میتونه بر بیاد که کریم بنزما تونسته بود 10 امتیاز ازش بگیره و کورتوا رو بزنه یا نه. کورتوا میاد جلو، 10 امتیاز. همون اول کار سادیو مانه همین چهره 10 امتیاز رو میگیره و 15 امتیاز میشه و 5 امتیاز از کریم بنزما بیشتر شدهش. حالا باز هم میاد دریبل میزنه و باز هم گل، 25 امتیاز. تا اینجای کار ببینیم که این چالش تو تا آخر میتونه درست انجام بده یا نه، آخرین شانسش از این چالش درست انجامش میده یا نه. نه آقا، من مگه نگفتم سادیو مانه وسط واسه چالش سادیو مانه شروع شد؟ ضربه چکشی سادیو مانه که هر ضربه 15 امتیاز داره تا اینجای کار از کریم بنزما جلو افتاده. ضربه چکشی مانه، سادیو مانه بار دیگر برمیگرده، میخواد دوباره بره ضربه چکشی بعدی شو بزنه. سادیو مانه بیرون محوطه، شوتش در میاره کورتوا. آخرین تلاش سادیو مانه برای گرفتن توپ طلا، ببینیم که به کجا میرسه. از بیرون محوطه شوت سادیو باز هم در میاره. در مجموع سادیو مانه از 90 امتیاز 25 امتیاز میگیره. و اینم بهتون میگم فقط کسایی میتونن چالش گل زدن از وسط زمینو برن که 100 امتیاز داره که حداقل از این چالش 40 امتیاز گرفته باشن. پس سادیو مانه و کریم بنزما نمیتونن اینو برن. میریم سراغ بازیکن بعدی که ببینیم چه کسی هستش که توی تست های توپ طلای 2023 شرکت بخواد بکنه. امباپه یا کوین دی بروینه؟ کلین امباپه. اولین ضربه کاشته کلین امباپه که ببینیم میتونه رکورد همه رو بزنه و توی ضربه کاشته از همه جلو بره و پیشی بگیره یا نه. تا اینجای کار امباپه 0 امتیاز گرفته و چالش آسون ضربه کاشته رو نتونسته تبدیل به گل بکنه. این گل میشه یا نه توی دروازه؟ حالا به رکورد سادیو مانه میرسه در ضربه کاشته. یا ضربه کاشته دادی میتونه گل بکنه؟ خیر، یعنی امباپه از وسط زمین کار خودش شروع میکنه، میره واسه دریبل کردن دروازه‌بان. تا اینجای کار مثل سادیو مانه پیش رفته، اما تا اینجا از اینجا به بعد ببینیم چجوری میخواد پیش بره. نه، بله امباپه یه دور میزنه دور توپ، رفتش واسه انتقام از کورتوا، دریبلش
میکنه یا نه. دریبل زد توی دروازه 10 امتیاز. امباپ دقیقاً داره مثل سادیو مانه پیش میره و تا اینجا یه کار 15 امتیاز گرفته. ببینیم که از ضربه چکوچیو میتونه برای اولین بار اولین بازیکن باشه که تبدیل به گلش میکنه یا نه. دقیقاً مثل سادیو مانه. یلیان امباپ در یک هوای بارونی در یک زمین بسیار داغون کارش شروع میکنه با ضربه چکوچیو بزنه. پاس برای امباپ، شوت امباپ بیرون. اگر امباپ فقط یک دونه از این ضربه های چکوچی رو گل بکنه، کریم بنزما و سادیو مانه حذف میشن. یالی گل توی دروازه. در مجموع کلیان امباپه تا اینجای کار اگر حتی این ضربه هم گل نکنه توپ طلا رو گرفته. در مجموع کلیان امباپه 40 امتیاز میگیره و شانس طلایی براش روشن میشه. و اما میریم سراغ بازیکن بعدی که ببینیم چه بازیکنی هستش که میتونه رکورد 40 امتیازی امباپه رو بشکنه. کسی نیست جز لیونل مسی. لیونل مسی پشت تو قرار گرفته. ببینیم که هر سه تا ضربه کاشش رو با اینتر میامی میتونه تبدیل به گل بکنه یا نه در مقابل کورتوای عزیز. مون بعد ضربه رو تبدیل به گل بکنیم دوستان. لیونل مسی ضربه کاشتش توی دروازه. ضربه کاشتی بعدی گفتش که آقا میخوام از همینجا بزنم. ما هم میگیم چش بفرمایید از همینجا ضربه کاشتی رو بزنه. لیونل مسی ضربه کاشتی بعدی شو میزنه و تیر دروازه. ضربه کاشتی آخر لیونل مسی، آیا این کاشتی تبدیل به گل میشه یا اینکه نه؟ توی دروازه. اینم بهتون بگم رونالدو چون آسیا همتون میدونید که توپ طلا اصلا بهش تعلق نمیگیره، برای همینم هم توی لیست نبود. و کریم بنزما و مسی هم بخاطر این توی این تورنمنت هستن چون سال پیش توی اروپا بودن و توپ طلا رو بعد از سال اهدا میکنن. لیونل مسی در یک هوای شبیه مهتابی با شماره 10 در اینتر میامی کار خودش رو شروع میکنه. تا الان 10 امتیاز مسی داره و اگر که بتونه این دروازه رو دریبل بزنه که لیونل مسی حرکت دوباره خود به سمت دروازه، دومین شانس خودش رو خود امتحان بکنه. مسی گوامور کنار گل بود. خدا آقا یه بار دیگه اون شانس هنوز دست نرفته. آقا گل، من نمیدونم گل شد. ده امتیاز. تا اینجای کار مسی به راحتی ها میخوردن. 20 امتیاز گرفته و ببینیم که در ادامه چیکار میکنه مسی. یه دبل تاچ دیگه. آخرین تلاش مسی و آخرین شانسش برای دریبل دروازه‌بان که بتونه 30 امتیاز رو بگیره از کورتوا. دریبل بعدی و توی دروازه. اگر مسی فقط بتونه یکی از این ضربات رو تبدیل به گل بکنه شده نفر اول توپ طلا. تیر دروازه. هر ضربه توی این چالش سخت با این هوا با این بارونی که داره میاد با این زمین 15 امتیاز داره و اگر مسی بتونه گلش بکنه گیر. نه وایس لیونل مسی به جلو برای مسی. حالا مسی شوتش نمیشه. وای حاجی اینو باید مسی گلش کنه. برای مسی دروازه خالیه. مسی گلش میکنه. در مجموع مسی از 90 امتیاز 45 امتیاز گرفت و شانس طلایی رو برای خودش روشن میکنه. گردونه رو میچرخونیم تا باری دیگر بازی کنی پیدا بشه که ببینیم بالاخره کسی ازش که رکورد دیو مسی که 45 امتیاز مسی رو بزنه یا حتی به امتیاز 90 برسه و همه رو بتونه گل کنه. کوین دیبروینه. در اول کوین دیبروینه ببینیم که این چالش رو که چالش آسونه این چالش به حساب میاد گل میکنه یا نه. ضربه دوم کوین دیبروین، آیا این گل میشه یا نه؟ دیبروین بیرون میکشه بید. من احساس میکنم یکم داریم با دیبروینه بد کار میکنیم. نظر شما چیست؟ اصلا از این سم نمد میزدیم. و اما ضربه آخر کوین دیبروینه که ببینیم تبدیل به گل میشه بالاخره یا نه. کرل بالایی داره این بازیکن. ضربه کوین توی در. همونطور که میبینید کوین دیبروین از وسط زمین میخواد بره به سمت کورتوا و ببینیم که پس از 5 امتیازی که در مجموع به دست آورده میتونه رکورد مسی رو بشکونه یا اینکه نه نمیتونه. در میاره کورتوا. تلاش دوم کوین دیبروینه تا اینجای کار 10 امتیاز از دست داد بخاطر اینکه اولین کارشو انجام نداد. بزن دریبلو. آقا گله گل حسابه. آقا این چالش واسه کوین دیبروینه بسیار حساسه. اگر یکی گل کنه به امتیاز امباپه میرسه. اگر دوتا از مسی هم بالاتر میذاره اون رنک یک رو میگیره. آقا کوین دیبروینه اونجا اومده. پاس برای کوین بیرون محوطه میزنه ضربشو. تو بیای بالا بابای ما رو در میاری. برو کوین دیبروینه ضربش هیچ. پاسشو میده دیبروینه. خود دیبروینه ضربشو میزنه و توی دروازه. در مجموع کوین دیبروینه به 40 امتیاز میرسه و شانس طلایی بهش تعلق میگیره. فقط 5 نفر باقی مونده و از 5 نفری که تا الان اومدن فقط 3 نفر تونستن شانس طلایی رو داشته باشن و مسی از همشون امتیازش بالاتر. سون هیونگ مین. ضربه اول سون هیونگ مین احتمالاً بعد گل بشه. تو بیرون. سون هیونگ مین دومین ضربه کاشته سون خیلی بد میزنه. پسر جان بعید شما تو به طلا رو بگیری. البته باید بگیم که در مرحله آخر چیکار می‌کنی. ضربه آخر سون هیونگ مین در چالش کاشته توی دروازه. حالا چالش سون یه مقدار سخت‌تر میشه. باید در یک شب تیره انگارو از تنت میره. بزن دیریم ببینم.
خیلی قشنگ زد. الان ماسک گذاشتی جاییو میبینی؟ میبینه آقا، قبوله. برو تا اینجا کار 15 امتیاز گرفته سون هیونگ می و ببینیم که سه شانسشو میتونه تبدیل به گل بکنه از این چالش، یا که نه نمیتونه. میتونه. بله، اگر که آخرین شانس خودشو از این چالش تبدیل به گل بکنه، تبدیل به اولین کسی میشه که تونسته یه چالش درست حسابی تا آخر انجام بده. حد برو تو گل. نشود. مگه میشه؟ سون هیونگ کار شروع میکنه. 25 امتیاز داره، بتونه 15 امتیاز از اینجا بگیره 40 امتیاز شده، شانس طلاییو میگیره. ولی اگر که نتونه، گاوش سایده و نمیتونه دیگه. چه شوتی گل نشد. پاسشو میده کولوسفسکی، سون هیونگ مین تیر دروازه. البته همچنان فرصت داره، من دقت نکردم تو اصلا بیرون نرفت. همچنان فرصت داره، فرصت دومش میتونه استفاده بکنه. شوت سون، نه تو بیرون نرفته بود، من حواسم کجاست. اگر این ضربه رو گل کنه شانس طلاییو گرفته، اگر نکنه نمیشه. و بیرون. از 90 امتیاز چالش سون 25 امتیاز میگیره و شانس طلایی بهش اهدا نمیشه. بار دیگر میچرخونیم، همچنان کسی ندونسته رکورد 45 امتیاز که کلا نصف چالشه رو از لیونل مسی کسی بشکنه، محمد صلاح. اولین ضربه کاشته محمد صلاح از دقیقا همون زاویه که میتونه راحت گلش بکنه، گلش میکنه یا نه در میاره کورتوا. بازم نمیتونی انتقام بگیری تو به خدا. بار دیگر صلاح دلها میخواد از این زاویه دروازه کورتوا رو رصد بکنه و ببینیم که این ضربه رو تبدیل به گل میکنه یا نه. توغ دروازه. ضربه بعدی محمد صلاح، ببینیم که بالاخره تبدیل به گل میشه و میتونه که 5 امتیاز لااقل از این چالش بگیره توی دروازه. محمد صلاح، الان وقت انتقامه. اون روزی که میخواستی فرارسید تک به تک مقابل کورتوا در مقابل تیم رئال مادرید، چی کار میکنی توی دروازه؟ آقا تو میخواستی انتقام بگیری، کاشته راحت در بودش انتقام بگیری. آها میخوای تمتن باشه. بارکلا بارکلا به اون ذهنت، به اون عقلت و به اون درکت. چه گلی زد. تا اینجا صلاح 25 امتیاز گرفته، اما اگر بتونه این یکی هم تبدیل به گل بکنه 35 امتیاز. 35 امتیاز میگیره اگر که بتونه اینو تبدیل به گل بکنه. صلاح از همون سمت یه دری بده. 35 امتیاز. صلاح به اولین نفری تبدیل میشه که تونستش دریبل دروازه‌بان رو کامل انجام بده. محمد صلاح هم چیزی که داره از پشت مشاهده می‌کنید در یک هوای بارانی، اگر بتونه یه دونه ضربه از این چالش گل بکنه با مسی برابر میشه، یعنی 45 امتیاز. صلاح پاسشو میده برای صلاح میکاره، خود محمد صلاح چک و شیش بیرون. داداشم یه دونه گل نکنی جایزه طلاییو بهت نمیدم، خدا شاهد 35 میشی. واسه محمد صلاح حالا اونجا ضربه چک کوشش در میاره کورتوا. واسه تو به دایز من میکارم واسه آ شوتش کن برات گل. چه گولی زد. 50 امتیاز صلاح، رکورد مسی رو شکوند. صلاح از 90 امتیاز 50 امتیاز میگیره، رکورد همه رو میشکنه و شانس طلایی هم بهش تعلق میگیره. سه نفر موندن، لواندوفسکی، وینیسیوس و هالند. رکورد 50 امتیاز صلاح رو کی میشکنه؟ برو بریم. صلاح کی رکورد رو میشکنه؟ لواندوفسکی. اولین ضربه کاشته لواندوفسکی در مقابل رئال مادرید و در این چالش گل نمیشه. هیچ، ببین واقعا هیچ کسی نتونست این چالش که آسون ترین چالشه رو از پسش بر بیاد. آخرین ضربه کاشته رابرت لواندوفسکی، اینم که تبدیل گل میشه یا نمیشه. در آورد رابرت لواندوفسکی، کاپیتان بارسا، که الان داره به سمت دروازه کورتوا هجوم میبره. ببینم که میتونه به رکورد محمد صلاح برسه و 30 امتیاز از این چالش در بیاره یا اینکه نمیتونه. گل حسابه. لواندوفسکی عزیز، بارکلا بارکلا، قشنگ نشستش روی قفسه سینه لواندوفسکی. حالا کورتوا داره میاد جلو. بیا 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 بیا. آها بارکلا، آقا گرفت توپ. آقای کورتوا به خدا اون صحنه حساب نبود، این حرکت رو زدی یا نگاه کن، نمیذاره این بره، نمیذاره این بره، گل شد. و اما میرسیم سراغ سخت ترین چالش در هوای وارونی که هیچ کس نتونسته دو تا گل توی این چالش بزنه. پاس اون سمت رابرت لواندوفسکی ازش کاشته میشه. شوت لوان، پاس به رابرت. رابرت وو، رابرت لواندوفسکی پاسشو میده واسش میکارم پیرون محمده. در کل از 90 امتیاز لواندوفسکی 20 امتیاز میگیره و این به این معنیه که از داشتن شانس طلایی باز میمونه. دو نفر موندن، وینیسیوس و هالند. میچرخونیم. ببین من به نظرم وینیسیوس میتونه که رکورد حتی صلاحو بزنه که داریم میگیریمش. وینیسیوس رکورد صلاحو میتونه بزنه، ولی اگر بخواد رکورد صلاحو بزنه باید سه تا کاشته رو گل کنه و سه تا دریبل هم تبدیل به گل کنه. برای کاشته اول وینیسیوس جونیور که تقریبا مثل بله خودش هم تو دیوار دفاعی حضور داره. چقدر زیبا وینیسیوس جونیور اولین ضربه کاشته شو میخواد بزنه، چقدرم زیبا میزنه. گول. ضربه بعدی وینیسیوس الجونیور، الویلیسیوس الدلها، الویلیسیوس الدلها. 5 امتیاز شده، امتیاز میکنه یا نه؟ خیر. ضربه آخر وینی جی آر، ببینیم که بالاخره تبدیل به گل میشه. 10 امتیاز و از این چلنج میکشه بیرون یا نه. وینیسیوس جونیور از دایره وسط زمین به سمت دروازه کورتوا، تیم کورتوا شعله ور میکنه توپ رو توی دروازه. گل. وینیسیوس جونیور همونجا توپ کورتوا رو میگیره. در تمرین انقدر در مقابل این تیم کورتوا ما گل زدیم که دیگه نه. آره دیگر وینیسیوس
ال جونیور توپ رو جا میذاره به سمت دروازه تیبو کورتواس، چوله ور میکنه توپ رو، یه دریبل میزنه اونجا توی دروازه، ده امتیاز دیگه. آخر این چالش و سختن چالش وینیسیوس. اگر وینیسیوس میخواد که جایزه طلایی بگیره باید یکی از این چالشو، یه شانس از این چالشو گل کنه. پاس به لوکا مودریچ برای وینیسیوس، میتونه گلش کنه وینیسیوس. لوکا مودریچ پاس بهش میرسه برای وینیسیوس، شوت وینیسیوس بیرون. خدا وکیل وینیسیوس اینو بزنه گرفتی جایزه طلایی ها. برای آخر وینیسیوس که بیانگر بودن یا نبودن در این چالش است، گل نمیشه. از 90 امتیاز وینیسیوس 25 امتیاز میگیره و این به معنی اینه که از گرفتن جایزه طلایی و شانس طلایی جامد. و آخرین بازیکن کسی نیست جز ارلینگ هالند. ببین در کمال ناباوری ایشون کلا 0 امتیاز از این مرحله میگیره. من حالا گفت باری دیگر ارلینگ هالند پشت توپ قرار گرفته، میخواد ضربه کاشته بعدیشو بزنه، ببینید که از تیر بازم تیر. باری دیگر ارلینگ هالند، ببینم که این ضربهشو به داخل تبدیل گل میکنه که ما برخله بریم تیر. بابا هی تیر، سه تا تیر زد. حالا چون به ذره خوبی بودی، چون سه تا تیر زدی یه امتیاز بهت میدم. نه یه امتیاز نه، 5 امتیاز بهت میدم. اصلا فکر نمیکنم که هالند بتونه از این مرحله امتیازی بگیره، چون ما چالش قبلی که رفتیم و نمیدونم ویدیوشو دیدین یا ندیدین، اصلا نتونست دبل تاچ خوبی بزنه. هالند توپ رو گرفته، یه حرکت قشنگ سمت کورتوا داره هجوم میبره. هالند یه دریبل زیبا میره گل بزنه، چه دریبل زیبایی. این چالش بسیار چالش آسونی، اگر بتونی اینا بزنی 35 فکر کنم امتیاز خواهی گرفت. همچنان فرصت داره با اینکه خراب کرد، همچنان فرصت داره. نه تمومه. میرسیم سراغ چالشی که کسی از اون زنده بیرون نیومده از بس سخته. ضربه چکشی خیلی دوری هستن، اصلا تو فضایی. واسه فیل فودن برای هالند، چکشی هالند تک دست در آورد. پاس به فیل فودن برای هالند، شوت هالند بیرون. هیچ بدش. در مجموع از 90 امتیاز کمترین امتیاز ممکن، یعنی 15 امتیاز و هالند میگیره. میرسیم به مرحله شانس طلایی. کلیان امباپه، لیون مسی، کوین دی بروینه و محمد صلاح. چالش نجات امباپه شروع میشه. سه تا فرصت داره تا بتونه این توپ رو تبدیل به گل بکنه تا برنده بشه. کلیان امباپه همون ضربه رو میزنه، ببینیم که تبدیل به گل میشه این ضربه امباپه. دومی ضربه کلیان امباپه، باید بیشتر توپ رو بتابونه و بیشتر کات بده به توپ، بیشتر قدرت بزنه. گل نشود. باری دیگر امباپه شانس خودش رو امتحان میکنه، توپ رو بلند ارسال میکنه، تموم کار امباپه. اگر مسی و دی بروینه نتونن 100 امتیاز بگیرن، صلاح برنده توپ طلا میشه با 5 امتیاز. ضربه اول لیونل مسی، چالش نجات مسی، ببینیم که تبدیل به گل میشه. ضربه مسی بلنده بیرون. ضربه بعدی لیونل مسی، ضربهشو زد مسی، گل میشه یا نه؟ خیلی. ضربه آخر مسی خیلی دارم بابت پس جواب، پس این گل بشه، این گل بشه، این گل بشه، گل بشه، گل بشه دیگه. متاسفانه مسی از رقابت ما حذف شد. حالا نوبت کوین دی بروینه هاست، میریم سراغ نجات دی بروینه از همین وسط زمین. شوت کاتدانشون الان تو سرویس کورتو. ضربه آخر که کوین دی بروینه، اگه بتونه تبدیل به گل بکنه که باقی میمونه و برنده میشه، اگه نکه هیچ. بفرمایید آقای صلاح، بفرمایید. امیدوارم که ویدیو لذت رو ببرید. ممنون که تا آخر ویدیو نگاه کردید. خدا نگهدار.